سلام سلام سلام، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و همیشه پاینده. امروز قصد دارم در رابطه با موارد استفاده سین نامبر برای شما صحبت بکنم و اینکه کجا باید سین نامبر رو ارائه بدید و چه مواردی هست که نباید سین نامبر رو ارائه بدید. سوشال اینشورنس نامبر، شماره بیمه اجتماعی و حفظ و حراست از اون. با من همراه باشید. همونطور که میدونید شماره اجتماعی یا سین نامبر یک شماره نه رقمی بسیار محرمانه است که بایستی در حفظ و حراست اون خیلی کوشا باشید. در واقع هویت شماست، هویت شما مبنی بر اقامت در کشور کانادا، و این شماره نه رقمی رو که حالا ممکنه در قالب برگه باشه یا در قالب کارت باشه، کارتای سفید رنگی است که قدیم تر میدادند و اخیراً دیگه برگه دارن میدن، میبایستی که اینها رو در یک جای سیف و امن نگهداری بکنید و مخصوصا این که این شماره رو به احد نبندید. اما کجاها شما مجاز هستین این شماره اجتماعی رو ارائه بدید؟ خب به کارفرمایان برای گرفتن شغل جدید. اما چه زمانی؟ بعد اینکه شما مطمئن شدین شغل رو به شما خواهند داد. در واقع جلوتر از اینکه شما شغل رو بگیرید نبایستی توی اپلیکیشن ها پر بکنید و بنویسید عدد در واقع شماره بیمه اجتماعی. اگر شما شغل رو دریافت کردید میتونه کارفرما از شما بخواد و شما هم شماره اجتماعی رو بدید، چون نیاز داره برای صدور فیش حقوقی و برای بیمه و خب نیاز داره و اون موقع که شما استخدام هستید بایستی ارائه بدید. برای اجاره کردن آیا باید بدید؟ نه، نبایستی برای اجاره کردن ملک شما سین نامبر رو بنویسید. برای بذار اول بگم برای چه موضوعاتی بایستی شما استفاده بکنید، بعد میرسیم به اونجا که برای چه موضوعاتی نبایستی شما استفاده بکنید و نباید ارائه بدید. برای جاهایی که شما مجاز هستید و میتونید این سین نامبر رو ارائه بدید من به ترتیب براتون میخونم. برای اطلاعات مالیاتی هست اداره مالیات که قطعا نیاز داره، اداره CRA برای شما. برای CPP یا اصطلاحاً طرح بازنشستگی هست که در کبک RRQ بهش میگن. برای EI هست، طرح استفاده مزایای بیمه اشتغال. برای کمک هزینه تحصیلی CSG هست. برای برنامه پسنداز تحصیلی فرزندان RESP هست. برای چایلد بنفیت گرفتن مزایای حمایت از کودکان، چایلد بنفیت که شما میبایستی که اونجا هم با سین نامبرتون بدید. برای وام های دانشجوییه که ممکن ازتون بخوان. برای خرید های بزرگ اگر شما مثلا انجام دادید که اون سازمان نیاز داره که واقعا بدون شما کی هستید، خب اینجا از شما خواهند خواست. برای مزایای استفاده، خب گرفتن مزایای معلولین خب مورد استفاده هست و از شما خواهند خواست این سازمان های حمایتی. برای مزایای غرامت کارگران، یعنی اگر کارگری آسیب دید و خب خواست غرامت بگیره قطعا نیاز داره که این رو ارائه بده. و موارد دولتی، شما اگر اطمینان حاصل کرد که طرف مقابلتون در واقع یه سازمان دولتی هست و نیاز داره و خب گفتم اون تلفنی هم نباشه، اوکی شما میتونید اینو ارائه بدید. در واقع خب چه جاهایی نباید شما ارائه بدید و چه جایی میبایستی حراست بکنید از شماره سین نامبرتون؟ برای اثبات هویت شما به جایی مراجعه کردید میگن که خب ما می‌خوایم ببینیم اصلا شما چه کسی هستی. خب شما میتونید درایور لایسنستون رو بدید که ببینن شما چه کسی هستی. ولی اگه بهتون گفتن سین نامبر، خب شما میتونید خیلی راحت بگید نه من ترجیح میدم سین نامبرمو ندم. تو اپلیکیشن‌های شغلی یا تو اپلیکیشن‌های کاریابی، تو اپلیکیشن‌های اجاره ملک، اپلیکیشن‌های عمومی شرکت‌های خصوصی مجاز نیستن از شما این سین نامبر رو بگیرن و شما میبایستی که دقت بکنید که سین نامبر رو به هر کسی ارائه ندید. موارد دیگه‌ای که میتونم براتون بشمرم فرم‌های اپلیکیشن پزشکی هست، اجاره ماشین هست اگه شما می‌خواید برید ماشین لیز بکنید،
یا شرکت های خصوصی هست، یا خدمت شما عرض کنم که درخواست پذیرش از کالج های خصوصی هست که محتمل هست از شما بخوان سین نامبر رو. خب اینجا هست که شما اعلام میکنید که من نمیتونم بدم در واقع، و اگر که جایی اصرار کرد شما میتونید با مرکز حراست از حفظ اسرار محرمانه افراد یا حفظ حریم خصوصی کانادا تماس بگیرید که سایتش هست و شماره تلفنش هم هست، میتونید در واقع سوال بکنید. شماره تلفنی که دارن 201-800-282-1376، البته خدا کنه تغییر نکرده باشه، این رو باز روی سایت شما چک بکنید، میتونید سوال بکنید و بپرسید و استعلام بگیرید که آیا من والا جایی و من خواسته این رو اوکی هست میتونم بدم یا نه نباید بدم، و خوبی استعلام رو به شما خواهند. خب میبینید که این شماره شماره بسیار مهمیه در واقع، و توصیه اکید من این است که حتما این رو کپی کنید، اسکن کنید، داشته باشید، جایی در واقع نگه بدارید که اگر روزی حالا برگتون یا کارتتون مفقود شد قطع یقین شما یه کپی از اون داشته باشید و شمارهش رو داشته باشید. معمولا بعضی از دوستان اینو سعی میکنن حفظ کنن، ولی خب شماره 9 رقمیه، اوکی میشه حفظم کرد، ولی ممکنه یه موقع اتفاقی بر آدم بیفته، آدم تو خیابون بره بخوره زمین سرش به جایی بخوره، اصلا یادش بره، حفظیاتش از دستش بره، یا گرفتاری یا مشکلات و شوک و استرس و خیلی چیزای مختلف ممکنه بر آدم اتفاق بیفته و این شماره از ذهن آدم بره. بهتره که شما قطع یقین اگر با خانواده زندگی میکنید این برگه رو کپی کنید، برگه سایر اعضای خانواده رو کپی کنید، اسکن کنید، و اسکن که میکنید در واقع یک جای خوبی توی کامپیوترتون فراموشتون نشه، میتونید توی کامپیوترتون یه قسمت بخش به نام مای اسکن مثلا درست بکنید، بعد بیاید بذارید اونجا داکیومنتتون رو و همه داکیومنتتون رو. من توصیه‌ام فقط برای این برگه نیست، مثلا شما کارت بانکی دارید، لندینگ برگه لندینگتون هست و تک تک مواردی که به دست شما میرسه، برعکس اون چه که همه فکر می‌کنن توی کانادا بوروکراسی وجود نداره، کاغذبازی وجود داره، بهتون میگم یک عالمه کاغذ به دستتون میرسه اینجا، یک عالمه داکیومنت به دستتون میرسه که تک تک این داکیومنت ها مهمه و طبق قوانین کانادا میگن تا 7 سال نگه دارید، اکثر مخصوصا مدارک مالیاتی رو باید تا 7 سال شما نگهداری می‌کنید حداقل. توصیه من این هستش که خب والا آدم اگه بخواد 7 سال همه این برگا رو نگه داره خب یه حجم وسیع میشه، خب اینها رو نگه بدارید اوکی، ولی حتما اسکن کنید و توی کامپیوترتون هم داشته باشید، البته منوط به این که کامپیوترتون دچار دستبرد نشه، حواستون باشه آنتی ویروس های قوی که من قبلا هم توی فیلم دیگری گفتم ریستتون میتونید استفاده بکنید، آنتی ویروس هایی که آپگرید میشه، آنتی ویروس هایی که روی کامپیوترتون میذارید دقت بکنید که اینا آپگرید بشه، یعنی قفل شکسته نباشه. یه سری از ایران هم دارن به خودشون یه سی دی میارن مای پرو، یا عالمه هم پروگرام داخلش هست همه هم قفل شکسته است و شما همه چی بخواید داخل، ولی خب فایده نداره، آنتی ویروسی که آپگرید بشه در واقع ضد ویروسه، اینو دقت بکنید و کامپیوترتون در امان خواهد. خب امیدوارم که این فیلم برای شما مثبت و مفید واقع شده باشه، پاینده و پایدار و پویا باشید، یا حق. اگر تا الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید همین الان سابسکرایب کنید، کلیک زنگوله رو فشار بدید تا اگر ویدیو جدیدی منتشر کردیم خیلی سریع مطلع بشید. اگر ویدیوی ما خوشتون اومده حتما لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید.